برخی ژورنالیستان و دیپلماتان داخلی و خارجی وجود رسانه ها را برای پیشرفت آزادی بیان در کشور امر لازمی و مؤثر می دانند. آنان که در مراسم تفویض لقب شخصیت سال به فرهاد دریا آوازخوان کشور از سوی رادیو آزادی اشتراک ورزیده بودند می گویند. دولت باید برای حفاظت و تقویت رسانه های آزاد گام های بیشتری بردارد. شام دیروز فرهاد دریا آوازخوان کشور که از سوی رادیو آزادی شخصیت برتر سال 1389 انتخاب گردیده بود مورد تقدیر قرار گرفت. در همین حال شماری از خبرنگاران نقش رسانه ها را در ستایش از شخصیت های فرهنگی و هنری کشور مهم و با ارزش خواندند. افغانستان که مطبوعات گواهان سر مخامخ دهید او دا گواهان مختلف هم در افغانستان در دولت مخالفین مطبوعات تهدیدی هم در افغانستان تا حکومت که کله په ځینو ولایاتو کې د چارواکو لخوا د مطبوعاتو د کسانو سره د بد چلند خبرونه رسیږي. دا ډېر د تعصب ځای دی. په افغانستان کې د نورو هېوادونو کسانو وضع عادي نه ده. دلته هغه جنګ سالار شته، د مخدره موادو سالار شته، حکومتي مشران چې هغه په ځینې یا ډېرې هر څوک چې دي په اداري فساد اخته وي، هغه کم مشکوک ژورنالیستان هغه افشا کوي. دغه رقم مسایل چې په ازادو مطبوعاتو کې ژورنالیستان خپروي، دا په خپله یو لانجه ده، یو مسئله ده. در کنار خبرنگاران داخلی و خارجی در این محفل شماری از دیپلمات‌های خارجی نیز اشتراک نموده بودند. رئیس روابط دیپلماسی سفارت آمریکا در کابل با تاکید بر مهم خواندن نقش رسانه‌ها در افغانستان به افغان نیوز گفت: I think that the Afghan media are an essential part. من فکر میکنم که رسانه ها بخش مهم جامعه افغانی است. رسانه های جوان افغانستان در زمان کم انکشاف زیادی کردند، اما رسانه ها باید با در نظر داشت اصول نشرات خویش را تنظیم نمایند، نه این که باعث ایجاد نفاق بین اقوامین کشور شوند. با این حال فرهاد دریا شخصیت برتر سال و آوازخوان کشور به افغان نیوز چنین گفت: حس میکنم که یک سال خیلی دشوار پیش روی خود داشت، چون سالی که پیش روی است من به حیث شخصیت انتخاب شده سال باید کار کنم که اونایی که انتخاب کردن منه اونا را خدا نخواسته شرمسار نکنم از انتخابشان. گفتنی است که رادیو آزادی هم ساله از میان افراد شناخته شده کشور یک تن را به دلیل خدمات شایسته اش به عنوان شخصیت سال